دولت مصر اعلام کرد که اسرائیل و سازمان حماس با همدیگه بر سر یک آتش بس به توافق رسیدند و این توافق از ساعت 21 به وقت محلی یا ساعت 7 شب به وقت لندن به اجرا در اومد. خبر آتش بس رو کمال امر وزیر امور خارجه مصر در حضور همتای امریکاییش هیلاری کلینتون در یک کنفرانس خبری در قاهره اعلام کرد. خانم کلینگتون از نقش رئیس جمهور مصر محمد مرسی در دستیابی به توافق آتش بس قدردانی کرد و گفت که مقامات مصر از خلال این آزمون حس مسئولیت و نقش رهبری کننده خودشون رو در منطقه به اثبات رسوند. <تصفح> وزیر امور خارجه امریکا همینطور گفت که در روزهای آینده این کشور با همکاری متحدانش در منطقه برای تقویت توافق آتش بس بین حماس و اسرائیل و بهبود وضعیت ساکنان نوار غزه و امنیت اسرائیل تلاش خواهد کرد. دقایقی بعد دفتر نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو با انتشار بیانیهی موافقت این کشور را با پیشنهاد ارائه شده از طرف مصر برای رسیدن به یک آتش بس اعلام کرد. قبل از این نتانیاهو در گفتگوی تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهور امریکا موافقتش رو با پیشنهاد آتشبس اعلام کرده بود همزمان یک مقام سازمان حماس هم تایید کرد که این سازمان و اسرائیل بر سر یک آتشبس با همدیگه به توافق رسیدن اگرچه اسرائیل توافق آتش بس با هماس رو تایید کرد اما در عین حال تاکید کرد که به محاصره غزه پایان نمیده در ایران سردار پاستار محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز در گفتگو با خبرگزاری فارس در واکنش به بعضی صحبت‌ها در خصوص سلاح‌ها و موشک‌های فجر پنج ایران در نوار غزه گفت که این کشور به غزه موشک صادر نمی‌کنه بلکه فقط تکنولوژی ساخت اون رو در اختیار فلسطینیان قرار داده فرمانده سپاه پاسداران همینطور هرگونه توافق و سازش بین فلسطینیان و اسرائیل رو محکوم کرد و گروه های فلسطینی در نوار غزه رو به ادامه مقاومت در مقابل اسرائیل فراخونده بود اما چند ساعت بعد از نشر این خبر و به مرور که گروه های فلسطینی و اسرائیل به توافق آتش بس نزدیک می شدن، سایت خبری سپاه نیوز وابسته به سپاه پاسداران نوشت که محمد علی جعفری این بخش از صحبت‌هاش رو تکسیب کرد و نه فقط با توافق آتش بس بین حماس و اسرائیل مخالف نیست بلکه معتقده که از نظر جمهوری اسلامی ایران برقراری آتش بس بین حماس و اسرائیل به سود مردم غزه است. پوریا زراعتی، اتاق خبر.